بریم با هم یه نامه کلوسیان 3:1 الی 17 رو داشته باشیم. از نامه هایی است که پولس رسول به اعلام کرده. بیزانیده شدید، آنچه را که در بالاست به طلبید. یعنی رویای آسمانی. یعنی ما چون ایمان داریم، مسیح به خاطر رویاهای دیده شده که یک عمر گوش کردیم، از آدم و حوا گرفته شد و مسیح بهای اون اشتباهات و گناهای ما رو روی صلیب پرداخت کرد تا ما رویای خدا رو داشته باشیم، هوشیار باشیم. از این به بعد فکر من، احساس من، سخن من، اعمال من میباید مطابق رویای خدا باشه، نه رویای انسانی، اراده خدا باشه. بله، در آنجایی که مسیح هست به دست راست خدا نشسته، در آنچه بالاست تفکر کنید، نه در آنچه یعنی امید، یعنی در آرامش، در صلح، در سلامتی، در حکمت، در محبت، در امنیت، در پیروزی، در رستگاری فکر کردن، اندیشیدن. بله، نه در آنچه بر زمین است، زیرا که مردید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است. چون مسیح که زندگی ماست ظاهر شود، آنگاه شما با وی در جلال ظاهر خواهید شد. آمین. پس اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازید: زنا، ناپاکی، هوا و هوس، شهوت قبیح و طمع که بت‌پرستی است، که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت وارد می آید. چون که اینها همه ابزاری هستش که در اصل شیطان به ما میده، بعد از اینکه رویای دیکته شده اون رو قبول میکنیم، توجیهاتمون رو نسبت به کلام خداوند، نسبت به اراده خدا. بارها و بارها در طول سالها من این تجربه رو داشتم. متاسفانه عزیزانی من گفتن خدا به ما اینو گفت، ولی هنوز دارم میبینم اونو انجام نمیدن، هنوز دارن کار خودشون رو انجام میدن. خدا بهشون گفته با چه رویایی زندگی کنین، در چه مسیری، اما هنوز دارن دنبال اون رویای دیکته شده ای میرن که متاسفانه دنیا اونها رو مشغول کرده، دنیا اونها رو نیز اسیر کرده و تو همین مسیر هست که به راحتی میتونن بر علیه برادران خودشون باشن، خواهران خودشون باشن. چرا که ما ایمان داریم عیسی مسیح نور عالم هست. آمین. آمین. ما نیز نور و نمک هستیم. آمین. آمین. پس باید در نور زندگی کنیم، نمیتونیم با نفرت زندگی کنیم. در اول یوحنا باب 2 آیه 11 نیز اعلام میکنه: اما کسی که از برادر خود نفرت دارد، فرق نمیکنه برادر، خواهر، همسایه، دوست، فرقی نمیکنه، اینجا جمعه، اما کسی که از برادر خود نفرت دارد در تاریکی است. تمام. پس نمیتونه ادعا کنه من فرزند نور هستم اگر کینه ای داره. اما اگر کسی از برادر خود نفرت دارد در تاریکی است و در تاریکی راه میرود و نمیداند کجا میرود، زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده. ادعا میکنه، کلامم میخونه، کلیسام شاید میره، شاید خدمتم میکنه، اما متاسفانه اون نفرت اجازه نمیده رویای خدا رو ببینه، با رویای خدا قدم برداره. پس نمیتونه ادعا کنه که در نور هست و مجال گرفتن اون آرامش رو و برکت رو نیز داشته باشه. بله، که شما نیز سابقا در اینها رفت هنگامی که در آنها زیست می نمودید، لکن الحال شما همه را ترک کنید، یعنی خشم، غیظ، بدخویی، بدگویی و فحش را از زبان خود، به یکدیگر دروغ مگویید. که اینها همه، ببخشید، اینها همه ثمره اون کینه و نفرت هست که تبدیل به خشم شده در وجود انسان. انسانی که به جایگاهی میرسه، حالا با هر باوری که هست، شخص مخاطبی که باعث آزارش شده اون رو میبخشه، دو دلیل داره: یا اونو خیلی دوست داره، یا خودشو خیلی دوست داره که نمیذاره آزار ببینه. ما دیگه با ابزار تاریکی نمیتونیم زندگی کنیم، با ابزار رویای شیطان نمیتونیم زندگی کنیم. کینه یکی از ابزارهای رویای شیطان است. پس بدونیم وقتی که نمیبخشیم کجا ایستادیم، با چه ابزاری داریم دست خودمون رو آلوده میکنیم. بله، بفرمایید. خب،
چون که انسانیت کهنه را با اعمالش از خود بیرون کرده اید. آمین. و تازه را پوشیده اید که به صورت خالق خیش تا به معرفت کامل تازه می شود. که در آن نه یونانیست، نه یهود، نه ختنه، نه نامختونی. مرسی. گاهی میشه تصور میکنیم که به ما ظلمی شده و خیلی سخت است. بعد از رسول شما اینجا بالای منبر کلام میخونی و به ما میگی ببخش، ولی اصلا توی شرایط زندگی من نیستی، توی رابطه های من نبودی. همونم علت داره. اگر فرزند خدا هستیم مطابق رومیان 8:28 اون نیز علت خیریت داره. تمرکزمون رو درست بدیم به خدا. تو ببخش، خدا جوابشو بهت میده. انوشیروان در زمان کودکی معلم سختگیری داشت. معلم سختگیر اون طوری اونو اذیت میکرد که انوشیروان فکر میکرد داره به اون ظلم میکنه و گویا همین گونه بود. آرزوی انوشیروان این بود که پادشاه بشه و یه روزی تمام اون آزارهای معلم خودش رو بتونه انتقام بکشه و جبران کنه. و این اتفاق میفته، انوشیروان پادشاه میشه و زمانی که به پادشاهی میرسه این معلم رو میخواد. میگه یادت هست چقدر منو اذیت میکردی، چقدر به من ظلم کردی؟ میگه بله پادشاه. میگه حالا نوبت منه. میگه فقط بذارید من علتش رو بگم. میگه بگو. میگه من به تو ظلم کردم تا تلخی ظلم رو بچشی تا به مردمت هرگز ظلم نکنیم. این گونه نگاه کنیم. میگه از ادب از که آموختی؟ این گونه نگاه کنیم. نمیتونیم همیشه یک جا بیستیم و بخوایم بجنگیم با کسی که داره ما رو اذیت میکنه. اگه یک جایی به شما اچاف میشه، فضایی به شما داده شده تا شما بتونید تو یک موقعیت دیگه ای کار نیکی رو انجام بدیم. نمیگم اینها از طرف خداست، نمیخوام اینو یک فرمول ثابت قرار بدم تو زندگیمون، اما این نگاه رو نیز ما میتونیم داشته باشیم. بله، بلکه مسیح همه و در همه است. پس مانند برگزیدگان مقدس و محبوب خدا، احشای رحمت و مهربانی و تواضع و تحمل و حلم را بپوشید و متحمل یکدیگر شده هم دیگر را عفو کنید. پس احتیاج به ادراک هم هست، درک هم هست. اگر ما همدیگر را درک کنیم متوجه خواهیم شد. حتی با اون دلایل مشخص که شخص مخاطب ما باعث آزار و رنج ما شده دلیل دیگه ای داره. اگر به اون دلیل نگاه کنیم به راحتی اون شخص رو میتونیم ببخشیم، میتونیم کمکش کنیم. و این هوشیاری هم داشته باشیم لطفا. وقتی یک نفر میاد نزد شما و از مشکلش میگه و شروع میکنه میگه فلانی منو اذیت کرده، خواهش میکنم جبهه نگیریم بلافاصله. ببخشش، ببخشش، تمونش کن، توکل کن به خدا. این در اصل این پیامه. ساکت شو، خسته شدم، حرف نزن انقدر. این پیام میشه. گوش کنید. اگر میتوانید کمکش کنید. نمیتونید فقط نگو ببخش. حالا میگه چجوری ببخشم؟ میگه خب فراموش کن، برو دعا کن. میگه دعام کردم، باور کن. نمیتونم، هنوز تو وجودم هستش. در نامه یعقوب 5:15-16 میگه نزد یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. اون یکدیگر هوشیار باشیم. حتما باید مس خدا رو داشته باشه، اون آگاهی و دانش رو داشته باشه. به همین راحتی نمیتونیم به مردم بگیم ببخش. اونم دیگه ساکت میشه میره. تازه اومده بوده با تو یه خود راز و نیاز کنه، یه خود صحبت کنه تا بتونه خودش رو آروم کنه، تو هم بشه چیز دیگه ای گفتی، معلمش شدی بلافاصله. باید همدیگر رو درک کنیم. میتونه حتی تعالیم ما نسبت به افراد وقتی آگاه نیستیم اونها رو منحرف کنه، به یه جای بدتری ببره. وقتی ما نمیدونیم چگونه ببخشیم، خودمون هم هنوز کینه تو دلمون داریم، میگیم ببخشش، ببخشش، تمونش کن، باور کن خوب میشه، فلان میشه، دعا کن براش. اینا همه خوبه، اما به این بسنده نمیتونیم بکنیم. باید علممون رو در این مورد زیاد کنیم. شخصی نگاه میکنه دوستش که توی خیابون داره به سمتش میاد، گوشش رو پانسمان کرده. به هم که میرسن میگه ببینم چرا گوشت رو پانسمان کردی؟ میگه خیلی درد میکرد، رفتم گفتم بکشنش. مگه دندون بود؟ حداقل میگفتی رود کانال کنن پرش کنن.
بله بفرمایید. هرگاه بر دیگری ادعایی داشته باشید چنان که مسیح شما را آمرزید، شما نیز چنین کنید. آمین. چنان که مسیح روی صلیب با تمام دردها، میگی خیلی درد دارم، خیلی اذیت شدم، خیلی آزارم دادم، خواهش میکنم هر کسی تو ذهنش ببینه درد و رنجت چقدر بوده، به اندازه که دستاتو سوراخ کردن، پاهاتو سوراخ کردن، پهلوتو بریدن، تاج خار بر سرت گذاشتن، آب دهان بر صورت انداختن، فحاشی کردن، صلیب به اون سنگینی رو روی تو قرار دادن و بردنت بالای صلیب به خاطر تمام نیکویی‌هات. اگر مثل مسیح شدی نمیدونم، من چنین نشدم، هرگز نشدم مثل مسیح، هرگز نشدم. اگر این گونه شدی آره، ولی اگر مثل مسیح نیستی باید ببخشی، چون مسیح روی صلیب به خاطر تمام دردها و رنجهای ما رفت و بهاشو داد. تو هم باید بسپاری به دستای خداوند و خداوند هستش که تو رو برکت آرامش میده، برکت قوت خواهد داد. باید بیاموزی.